در وقت طلاق مادرم بر علیه او استادم، ولی او بود که مرا از ازدواج اجباری نجات داد. نویسنده فرشته غنی. دوستی ها برپا می شوند با یک سلام و یک لبخند، پس من هم این دوستی ها را برپا می کنم و یک سلام و یک دنیا لبخند را به شما هدیه می دهم. درود بر شما شنونده های عزیز چینل افغانستان جورنال. آرزوی سعادتمندی تان را دارم. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدید. آغاز داستان. ما دختر کلان خانواده بودم. مادرم به خاطر که وظیفه داشت چند سال نخواست طفل بیاره. ما 6 ساله بودم که خواهرم به دنیا آمد. با آمدن خواهرم توجه مادر و پدرم به ما کمتر شد. توجه همه به طرف خواهرم شد. ما هر قدر کوشش میکردم که اونا به ما هم محبت بدن، ولی اونا روز به روز از من غافلتر میشدن. هر دوشان با سواد بودن و شک دمیان نبود که حقوق اطفال را ندانن، ولی ناخودآگاه از من غافل می شدن. خواهرم از امون روز اول بر همه خوشایند بود. دستای کوچکش، خنده هایش و حتی وقت خیلی زیاد گیری هم می کرد، هر دو مصروفه خواهرم می شدن. من یا از زدیت یا هم به طور ناگهانی وقت کار اشتباهی انجام می دادم، به سرم داد می کشیدن و می گفتن که تو خود کلان هستی، چرا این کار انجام دادی؟ وقتی به خاطر کار ناراحت می شدم، پدرم به نام ای که تو کلان هستی و نباید لب روی تکشال کنی و یا گریه کنی، به سر من داد می زد. چیز اگر خوشم می آمد برم نمی خریدن. برعکس کوشش می کردن همو پول را بر خواهرم به مصرف برسانن. وقتی کار خوبم انجام می دادم، هیچ وقت تشویق نمی شدم و آفرین برم نمی گفتن. بی پرو از او می گذشتن. خیلی خودم بیچاره اسم میکردم. امی رفتارایشان باعث میشد که من گوشه گیر و زدی شوم. دیگه از کسی خوشم نمیامد و همه کودکا کم سن سال میبودن را دشمن میدانستم. برای همی با اونا رفتار بد میکردم. بعض وقتا هم لوازم اونا را دزدی میکردم. میشکستندم و دور منداختم. بعض از اونا میفهمیدن که کار ما است، ولی برخی از اونا نمیدانستن. و ای عادت ما تا دیر وقت ماند. حتی وقتی که به مکتب می رفتم، لوازم همسنفیم که خوش می آمد دزدی می کرد. هیچ کس در خانه متوجه نمی شد که من دست به دزدی می زنم، چون پدر و مادرم همیشه درگیر هم بودن. یک بار یک قلم که پیش استاد جغرافی ما بود و خوشم آمد، استاد ادب گرفتم و قلمش را دزدی کردم. ولی یکی از شاگردان مرا دیده بود و با استاد گفته بود که قلمش را ما دزدی کردیم. استاد مرا به اداره معرفی کرد و مدیر مکتب که یک مرد بود آمد از گوشایم کش کرد. گفت تو یک دختر هم هستی، خجالت نمیکشی؟ تو بی حیا و بدنام که هیچ وقت اصلاح نخواد شدی. تو مادر خطاستی. بعد از او به مادرم زنگ زد که دخترت دزدی کرده. مادرم در پیش روی همه مرا سرزنش و توهین کرد. خانه هم که رفتم به خاطر که دزدی کرده بودم به من نان نمیدادن. یادم از هم شب و هم صبح نان نخورده بودم، ولی وقتی که چاشت شد میخواستم نان بخورم، مادرم گفت به یک شرط برات نان میدم که باید 10 دانه شلاق در پاهایت بخوری. نان نخوردم. چاشت بازم مادرم به من نان نداد. میگفت گرسنه که بانی، باز دست به دزدی نمیزنی. شبم حتی نان نخوردم. آخر به مادرم گفتم بیا مرا لطکوب کو، اما اجازه بده تا نان بخورم. اونجا بود که مادرم با یک سیم به پاهایم زد. سرم توبه کشید و بعدن برم غذا آورد. من از امون روز از مادرم متنفر شدم. همیشه در پی ای بودم که کار کنم تا مادرم عصبانی شوه و به ای طریق بتانم کمی از عقدم بالای او خالی شوه. بیشتر از پیش به دزدی کردن پرداختم و مادرم هیچ خبر نشد.
بعضی چیزایی که مادرم دوست داشته هم دزدی میکنم. وقتی مکتب میرفتم در جوی پیش مکتب ما منداختمش. یک بار دستکولش دزدی کرده در بیک ماندم و در کثافات انداختم. یکی دو بار بازم مادرم سراغ ما آمد و گفت که کار توست، ولی من کار کردم. او از سرزنش کردن و مجازات کردن من دست نکشید. همیشه به دنبال بهانه بودم که از خانه بیرون برم تا اینکه مادر کلانم مریض شد. ما در او وقت 14 ساله بودم. پدرم به ولایت تخار رفت و مرا هم با خود برد که از مادر کلانم مواظبت بکنم. ما هم خوش و خوشحال به تخار رفتم. پدرم از مکتب رخصتی ما گرفت و ما هم از اینکه از پرحرفی مادرم بیغم هستم به اونجا خوش میگذراندم. دزدی اشیای خرد و ریزه عادتم شده بود. وقت پیش مادر کلانم بودم از غوره های باغ های مردم دزدی میکنم. اونایی که اجازه ورود به باغاشان میدادن اونجا نمیرفتم، بلکه کسایی که در حسه کندن میوه های خام حساس بودن و اجازه نمیدادن که میوه ها را بچینیم، ما به اونجا میرفتم. چند بار به خاطر کارهای ما و دو دختر دیگه از طرف مادر کلانم بیابان شدم، ولی پروایش نداشتم. اصلا به این متوجه نبودم که پدرم کجا میره و چی میکنه، تا ای که خبر شدم دختر جوان به خانه مادر کلانم فرار کرده و میگه که عاشق پدرم است و دوباره به خانه پدرش نمیره. در منطقه ما رواج قسمی بود که اگر دختر میامد خانه مردی و او را شوهر میخواند یا میگفت عاشقش است، باید با اون مرد نکاح میشد و این بی‌ناموسی بود که کسی او زن یا دختر را دوباره به خانهش بفرستد. بعد از آمدن او دختر به خانه ما، پدرم ملایمام خواست و او را به خودش نکاح کرد، ولی از ترسی که برادرای دختر خبر شوند و پدرم بکشن، پدرم من را گرفته دوباره به کابل فرار کرد. ولی این بار با او زن به خانه آمد. این حالت بود که مادرم نمیتونست تحمل کنه. مثل همیشه به دعوا پرداخت. قبلا بعد از یک چند روز یا یک هفته پدر و مادرم با هم آشتی میکنن، ولی ای بار مادرم خیلی جدی بود و خیلی دعوا کردن. عمرم به خاطر ای که با پدرم رفته بودم تا زن دوم بگیره مقصر میدانست. زن دوم مادرم دختر خوشخلق بود که همیشه وقت با من امراه میبود. مرا دلداری میداد و هیچ وقت اجازه نمیداد که ناراحت باشم. او با واقعیت درک میکرد. وقتی دوا خوش گرفتن نیاز داشتم او پیشم میبود. وقتی مادرم طعنه و یا کنایه داده ناراحت میکرد، مادراندرم مرا آرام میساخت، به من زیورات و یا پول میداد. هیچ وقت مرا نمیگذاشت کار کنم. هر کاری که مادرم به من میسپرد، مادراندرم میامد و کار را از دست میگرفت و میگفت حالا وقت کار کردن تو نیست، من هستم، تو برو تلویزیون تماشا کن. این رفتارا را مادرم دوست نداشت. هر بار که مرا میدید نصیحتم میکرد. مام از این نصیحتهای او خسته شده بودم. برای همین زیاد وقت من با مادرندرم میگذرندم. ولی مادرم طاقت نیاورد، خانه را ترک کرد. اصلا پروای ما و خواهرم هم نکرد و درخواست طلاق داد. وقتی مادرم خواست ما را ترک کنه خیلی ناراحت شدم. بیشتر از پیش از او دلگیر شدم. خواهرم با آن که با او رفت، ولی من هیچ وقت با همراهش نبودم و نرفتم، چون همواره بدون او خوش می بودم. مادرم پدر بیچاریم را بدنام ساخت و بین قوم و خیش و همه به پدرم طعنه می دادن که زنش ازش طلاق گرفته. مادرم زیاد کوشش کرد که ما همراه او بریم. در محکمه هم زیاد کوشش کرد که هزانت مرا به دست بیاره، ولی من می خواستم با پدرم باشم. پدرم به من گفت وقتی به محکمه رفتیم به قاضی بگویم که میخوایم با پدرم باشم. و به قاضی هم تو گفتم. وقتی قاضی گفت به چی دلیل میخوایی با پدرت زندگی کنی؟ من گفتم به خاطر که مادرم با ما بدرفتاری میکرد. این حرفم باعث شد که حتی خواهرم که خیلی دلش میخواست با مادرم باشه هم به پدرم سپرده شود. مادرم مهریه خود گرفت و رفت. ولی زمانی که با خواهرم خداحافظی میکرد به طرف من دید و با صدای بلند گفت وقتی به مادر ضرورت پیدا کردی با صدایم نکنی. ما هم روی مگشتاندم. مادراندرم دستم گرفت و مرا با خودش به خانه برد. برم غذای دلخواهیم پخت. 15 روز از طلاق مادر و پدرم گذشته بود که پدرم ما را دوباره به تخار برد. در اونجا بزرگای قومی تصمیم گرفته بودن که
پدرم به خاطر عروسی با مادرندرم باید به خانواده او بد بته. ده ای بد مرا به برادر مادرندرم دادن. من دوست نداشتم و راضیام نبودم. گریه میکردم و پیش مادرندرم رفتم. او اصلا به من توجه نکرد. برم گفت که باید همیره قبول کنی به خاطر پدرت. پدرم اصلا حرفای من نشنید. بعد از اینکه مرا در بد پدرم دادن، رفتار مادرندر و پدرم خیلی با من بد شد. اونجا بود که فهمیدم چرا پدرم قدر دوست داشت ما با او بمانیم. از اول پلان کرده بود که چی کار باید بکنن. او روز به همه کارهایی که مادرم به خاطر ما انجام داد فکر کردم. پشیمان شدم که چرا با مادرم نرفتم. مادرم زن تحصیل کرده بود. پدرم شناخته بود. برای همه چیز را نقطه پایان داد. ما را خدا کور ساخت. من دیگه قدر جرات نداشتم که به مادرم زنگ بزنم و بگویم که مرا نجات بده. قرار بود که 2 سال بعد وقت برادر مادرندرم از ایران بیایم مرا عروسی کنن. ولی خواهر کوچکم پنهانی به مادرم زنگ زده بود و همه موضوعات را برش قصه کرده بود. مادرم با شناختی که در کمیسیون حقوق بشر داشت دوباره عریضه کرد که گویا پدرم با ما خشونت میکنه و مرا دبد داده. خواهان هزانت ما شد. این قضیه 1 سال ادامه پیدا کرد. پدرم هر بار مرا تهدید میکرد که هم ما را و هم مادرم را خواهد کشت که اگر دست به شهادت دادن علیه او بزنیم. ولی ما این بار به ضد مادرم نشدیم. فهمیدیم که یگانه کسی که میتونه ما را نجات بده مادرم است. در محکمه گفتم که ازدواج برخلاف خواست ما صورت میگیره. برای همین دوباره هزانت ما را به مادرم سپردن. از امون روز به بعد همیشه زندگی میرم مدیون مادرم میدونم. او بازم ما را شامل مکتب ساخت. درس خواندیم. مکتب تمام شد. دیگه هیچ وقت بدرفتاری نکردم. چون فهمیدم مادرها هیچ وقت بد اولاد را نمیخواین. همو سرزنش کردنهایش هم به خاطر خوبی خودم بود که دست به دزدی نزنم، ولی ما بر علیه او استادم. او مرا از ازدواج اجباری و زیر سن نجات داد. پایان داستان.